بسم الله الرحمن الرحیم، نصر من الله و فتح قریب، صدق الله العظیم. نخست درود می فرستیم بر روح پاک شهدای راه آزادی جبهه مقاومت ملی مردم افغانستان و عرض تسلیت داریم خدمت خانواده های شهدا که فرزندان صدیق، شجاع و راستینشان را در راه آزادی سرزمینمان از دست دادند. و همچنان سلام و درود داریم خدمت تمامی دوستا، امید که همگی خوب باشند. بعد از ظهر دیروز پنجشنبه 27 اسد 1401 گروه تروریستی طالبان با لشکرکشی سیل‌آسا در شهرستان پلحصار اندراب از سه استقامت، از طرف دره‌شا، پسیکندی و از طرف دره انامک، به موازات نیروهای جبهه مقاومت ملی در ساحه دره طغانک حملات تهاجمی خود را آغاز کردند که خوشبختانه با کمینی هدفمند و از قبل طراحی شده نیروهای جبهه مقاومت ملی در این ساحه مواجه شدند و با شرمساری در میدان جنگ با شکست سنگین و پر از تلفات روبرو گردیدند و از ساحه متواری شدند. این نیروی بی ادب و بی فرهنگ بعد از فرارشان دست به آزار و اذیت و شکنجه مردم ملکی زدند و 4 نفر از جوانان ملکی دهکده طغانک را بعد از شکنجه به بند کشیدند که متاسفانه تا به هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. همزمان با آن، این گروه خونخوار، مستکبر و تروریستی برای انتقامگیری از نیروهای مقاومت با تجدید قوا امروز صبح جمعه 28 اسد دوباره به طرف مجاهدین جبهه مقاومت ملی نیروهای بیشتر اعزام کردند و همین اکنون که با شما صحبت میکنیم و ساعت هم تقریبا 7 شام است، هفته شامی بعد از ظهر روز جمعه است، دو طرف جنگ، یعنی ما رزمندگان جنبش آزادی بخش جبهه مقاومت ملی و نیروهای جنایتکار طالب در حالت خط دفاعی قرار داریم و لحظه شماری برای آغاز درگیری مجدد جنگ قابل تصور است. فقط از دوستا خواهش مایی است که دعا بکنن و ما انشاءالله که دفاع میکنیم. از سه استقامت، از طرف دره‌شا، پسیکندی و از طرف دره انامک، به موازات نیروهای جبهه مقاومت ملی در ساحه دره طغانک حملات تهاجمی خود را آغاز کردند که خوشبختانه با کمینی هدفمند و از قبل طراحی شده نیروهای جبهه مقاومت ملی در این ساحه مواجه شدند و با شرمساری در میدان جنگ با شکست سنگین و پر از تلفات روبرو گردیدن و از ساحه متواری شدن. این نیروی بی ادب و بی فرهنگ بعد از فرارشان دست به آزار و اذیت و شکنجه مردم ملکی زدن و 4 نفر از جوانان ملکی دهکده طغانک را بعد از شکنجه به بند کشیدن که متاسفانه تا به هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. همزمان با آن، این گروه خونخوار، مستکبر و تروریستی برای انتقامگیری از نیروهای مقاومت با تجدید قوا امروز صبح جمعه 28 اسد دوباره به طرف مجاهدین جبهه مقاومت ملی نیروهای بیشتر اعزام کردند و همین اکنون که با شما صحبت میکنیم و ساعت هم تقریبا 7 شام است، 7 شامی بعد از ظهر روز جمعه است، دو طرف جنگ، یعنی ما رزمندگان جنبش آزادی بخش جبهه مقاومت ملی و نیروهای جنایتکار طالب در حالت خط دفاعی قرار داریم و لحظه شماری برای آغاز درگیری مجدد جنگ قابل تصور است. فقط از دوستا خواهش مایی است که دعا بکنن و ما انشاءالله که دفاع میکنیم.